سلام آقای آینه. صادق آینه هستم. خیلی مخلصیم. قول داده بودیم که با آقای مکری امروز لایو بریم درباره فیلم جنایت بی‌دقت. چقدر رسمی شدم من. نمیدونم چرا. سلام، منم بیمان فاطمی هستم. مخلصیم. بچه‌ها یه چیزی اول درباره کامنت ها بگم. همه چی تکون خورده باشد. نه، کامنت ها رو ما یک رو به آخر باز میکنیم، چون هم سرعت اینترنتمون کم میشه، اینجا تصویر بد میشه، هم یه رو به آخر. اگه سوالی داشتید واقعا سوال بپرسید دیگه، اگر سوال داشتین از آقای مکری اون زیر که ما منتقل کنیم. بله. من خب. الان آقای مکری رو حالا تا آقای آمدن بله پیام زدم بهشون گفتم که خب چه خبر؟ سلامتی. بله دوستان حواستون باشه که ماتریکس هم اومده ها، بگم بهتون که ببینید ماتریکس جدید. ولی همه رو با هم ببینید داستان خراب میشه. این جمله آقای آینه است، من تکرار کردم، یعنی بشین از صبح ببینید. بله سلام. سلام آقای مکری. سلام علیکم. مرسی. صدای منو خوب دارین؟ عالی. یه خود استرس گرفتم پیغاممو جواب ندادین، گفتن که احتمالاً اختلاف زمانی. ببین صادق، نه اینجا بودم راستش و به محض اینکه لایو شما رو دیدم منتها قبلش نسیم به من زنگ زد و گفت که بچه‌ها دنبالتن. بله جسارتا پیام دادم بهشون که شما رو پیدا کنم. من یه لحظه کامنت ها رو آف کنم که بتونیم تصویر بهتری از شما داشته باشیم. خیلی ممنونیم که شرایط وقت گذاشتین با ما حرف بزنین. این اول تشکرمون. مرسی ممنونم پیمان عزیز. من ممنونم که شما با این صفحه پرطرفدارتون و با این زوج دوست داشتنی که دارین جا باز میکنین تو دل بچهای فیلم و سینما، این فرصت رو به منو فیلم دادین. واقعا ممنون. نه مخلصین، دست شما درد نکنه. آقا من خیلی شروع کنم زودی که خیلی هم شما رو اذیت نکنیم. الان شما اول شروع کنیم که از اکران راضیین، از شرایط دیده شدن فیلم راضیین، بعد ما دیگه شروع کنیم. پیمان عزیز راستش رو بخوام بهت بگم، نه بخش از این نه، اما فکر میکنم محصول وضعیت طبیعیه که الان هست. یعنی خب کرونا و مسائل مربوط به اون باعث شد که ما 2 سال بعد از تولید فیلم فرصت اکران پیدا بکنیم. این به صورت طبیعی داره ضربه میزنه، به خصوص اینکه فکر میکنم طبقه مخاطب فیلم جنایتی بی‌دقت اون طبقه ای هن که به توصیه های بهداشتی بیشتر توجه میکنن، یا مثلا سعی میکنن که تا اونجایی که ممکنه با آدم های دیگه آسیب نرسونن، پس توی جمع خیلی با احتیاط ظاهر میشن و بنابه این دلیل میفهمم که اونا شاید هنوز اون میل و رغبت کافی رو برای رفتن به سالن‌های سینما پیدا نکردن. از طرف دیگه مخاطب فیلم جنایتی بی‌دقت فکر میکنم بچه های سینفیل و فیلم خوره و نمیدونم دانشجوهای سینما و اینان، و این طیف بچه ها به هر روشی که شده فیلمایی رو که دوست دارن ببینن پیدا میکنن و میبینن. میدونی اگر در طول فاصله زیادی بیفته بین تولید و نمایش یک فیلم، راه‌های زیادی رو اینا میگردن، میچرخن، پیدا میکنن و فیلم‌های مورد نظرشون رو میبینن. در نتیجه موقعی که فیلم دیر اکران میشه، ما عملاً این مخاطبا قبل فیلم رو دیدن، خب لطف دارن، دیگران رو توصیه میکنن که برن تو سالن سینما فیلم رو ببینن، اما از طرف دیگه خداشون غالباً فیلم ها رو به روش‌های مختلف و متنوعی دیدن و اینم باعث میشه که ما این طیف مخاطب رو یه مقداری کم رنگ داشته باشیم. نکته بعدی که حتما این روزا از آدمای دیگه داریم میشنویم و مسئله مهم این روزا شیوه اکران و وضعیت سالن ها و تبلیغات. آقای مکری تبلیغات میدانشون هم کم ما اصلا نداریم، یعنی بیلبورد یا بنر یا چیزای تبلیغات شهری نداریم. تبلیغات اینستاگرامی فضای مجازی خیلی شلوغ میشه، یعنی وقتی که فیلم ها اینطوری میان یا همه فیلم ها میخوان استوری بزنن، همه فیلم ها میخوان نمیدونم مطالب تولید کنن و برن و خلاصه شهر شلوغ میشه. توی شلوغی اونایی که زورشون کمتره کمتر دیده میشن. مجموع اینو باعث میشه بگم ناراضی نیستم. آقا ولی یه چیزی گفتیم خیلی چسبید، من خیلی میرم تو دل بچه‌ها شروع کن دیگه. اینکه الان شما خودتون وقتی دارید گپ میزنید میگید که این قشر میان فیلم منو میبینن و این خیلی باحاله که شما یه سبکی دارید برای خودتون و این سبک خیلی جذابه و اینکه میدونید یه قشری
خیلی دوست دارن، یه قشری امکان داره که بیان و تلاش کنن فیلم شما رو مثلا باهاش همزاده، یه قشری هم نمیبینن اصلا. اونا که سینمای بدنه میبینن که آره این خیلی جذابه که این که خودتون واقفین به این حرکته و پا پس نمیکشید، چون حتما به هر حال یه سوال خیلی کلیدی دارم که اصلا چجوری میسازید آقا، چقدر سخت. ببین پیمان، بذار در مورد اون بخش قبلی نکته رو اشاره کنم بهش. به نظرم مثلا یه جایی مثل بنیاد سینمای فارابی فرض کنین در تمام این سالهایی که فعالیت کرده، احتمالاً یکی از وظایفی که میتونست برای خودش تعریف بکنه و حالا میتونست احتمالاً اجراش بکنه اینه که طیف شناسی مخاطب کنه برای فیلم‌های مختلف سینمای ایران. حالا میدونی اینجا مثلا من بر فرنگ هستم، اینجا فیلم به محض اینکه اکران میشه، هر فیلمی به محض اینکه اکران میشه، شما میتونید بفهمید که مثلا چند تا مرد، چند تا زن، در چه سنی، مثلا در حدود چه دوره سنی، تو کدوم شهر بیشتر، تو کدوم شهر ماجرای فیلمی رو میبینن، تو کدوم شهر مثلا رنگین پوستای فیلمی رو میبینن، به این تفکیک میتونن تشخیص بدن. ما تو سینمای ایران اینو نداریم. این چه کمکی میکنه بعدن به وضعیت بودجه؟ و مثلا من اگه بدونم 100,000 تماشاچی دارم، بدونم 200,000 تا تماشاچی دارم برای فیلمم، احتمالاً میتونم یه سرمایه‌گذاری رو بهش بگم آینده این فیلم اینه و ما با انقدر بودجه میتونیم پولو برگردونیم برای این فیلم. بله. این اتفاقی که تو ایران نمیفته متاسفانه. بله. و من فکر میکنم که در ادامه این فرایند آنلاین بلیت خریدن و نمیدونم این و مثلا سمفا و چیزایی از این دست که راه افتاده تو ایران، امیدوارم به این سمت پیش بریم. ببین در حال حاضر اگه از من بپرسی فیلم تو کدوم سالونا اکرانه، من نمیتونم بهت جوابی بدم. هر روز یه جای اکرانه. بله. در واقع ما یه سیستم چرخشی اکران در حال حاضر برای فیلم شبیه فیلم من، فیلم تومان که دیدم شما بهش پرداختین. بله. مثلا رومانتیسم اماد و توبا، نمیدونم فیلم های از این دست، پوست، فیلم های از این دست یه وضعیت اکران چرخشی پیدا کردن. هر کی هر سانسی شانس داشته باشه. بچه های اسپان یه روز رفتن فیلمو دیدن، فرداش میگن که دوباره همون سینما رفتیم، اصلا فیلم نیست. من یه استوری دیدم، یه عکس که نوشته بود چقدر فیلم خوب بود، جنایت بی‌دقت، ولی عکس فیلم من نبود. و فکر کنم حتی تماشاگر رفت سال این فیلم دیگه رو دیگه فکر کرد جنایت بی‌دقت در این حد. آقای مکی، من میخوام بریم تو دل فیلم جنایت بی‌دقت. از اول میخوام یه سوال اساسی بپرسم. شما فیلمایی میسازین که حالا من دنبال کردم، هممون دنبال کردیم، این فیلم ها مخاطب گسترده نداره و اینکه تهیه کننده قراره براشون خیلی سختگیر بیاد، چون امکان فروشش هم قاعدتا کمتره وقتی مخاطب سینمای عام نمیاد ببینتش. پروسه ساختن این فیلم ها چه شکلیه؟ چجوری باید تهیه کنندگی را، چجوری اصلا شما رفتین تو پروسه ساخت دوباره بعد از اینکه هجوم رو داشتین و ماهی و گربه؟ حالا اشکانا که هیچی، ما اونو جز به چون اونو اشکانا اگه اشتباه نکنم اصلا اکران عمومی شد، یه اکران محدود توی هنر تجربه تو هنر تجربه. ولی ببین برای من رمز اول اینه که فیلم ها رو بتونی با آخه من دو تا مسئله دارم، یکی مسئله پیدا کردن تهیه کننده، یکی پیدا کردن تهیه کننده تو اون روندی که خودم میپسندم، یعنی حتی امکان. بله. به سمت استفاده کردن از بودجه‌های دولتی و نمیدونم مسائلی از این دست دارم. خب تا حالا تونستم تو این 4 تا فیلم این کارو بکنم. من فیلم اولم رو مهدی کریمی تهیه کرده، خیلی بودجه پایینی تولید شد همون اشکان. بله. تا فیلم بعدی رو با خانم مریم شفیعی کار کردم، باز بودجه خیلی بودجه پایینیه برای تولید فیلم. و فیلم جدیدم هم با خانم نگار اسکندرفر کار کردم. بله. که یه فیلم لو باجت کاملا محسوب میشه. فکر کنم رمز اول اینه که بتونیم فیلم‌ها رو لو باجتشون رو یه طوری تعریف بکنیم که به تهیه کننده یا به سرمایه گذار بتونیم بگیم که این فیلم‌ها در نهایت پول خودشون رو میتونن برگردونن، چون توی این چرخه هر چقدر هم کم کار بکنن میتونن این پول رو برگردونن. راز اول به نظرم اینه، فیلم‌هایی که بودجه تولیدشون پایینه. در این صورت تو یه چیزایی رو از دست میدی حتما، مثل بلد. مثلا تماشاچی که دوست داره بازیگر چهره ببینه، مثل بلد. مثلا راحتی سر صحنه فیلمبرداری، تبلیغات گسترده، همین بیلبورد و اینا که داری میگی، اینا رو از دست میدی، ولی بهش یه چیزی به دست میاری، اونم اینه که هر کاری دوست داری بکنی سر فیلمبرداری کاملا مستقل فیلم ساختن. خیلی خوبه، این خیلی خوبه.
تو رو خدا پاپس نکشید بس. راستش فکر کنم بعضی از بچهای فیلمساز این کارو میکنن. مثلا من میدونم که احتمالاً اگر سراغ محمد شیوانی، مجید برزگر، نمیدونم مرتضی فرخ‌پور، آدمای از این دست برین، اونا هم فکر میکنم که پروسه‌ای که توی تولید فیلمشون طی میکنن همینه. اونا هم سعی میکنن بودجه کوچیک این که خیلی جذابه. فیلم بعدی رو تولید کنم باشه. ولی فاصله فیلم‌ها زیاد میشه بچه‌ها. مثلا الان من روزی که فیلم اشکان انگشتر متورک رو کار کردم تا حالا مثلا اگر 4 تا فیلم اینا رو حساب بکنیم، تازه به قول شما شاید باید از ماهی و گربه شروع کرد. چون اکران گسترده تر شده دیگه منظورم. آره اون اصلا یه فیلم پروانه ویدئویی بود و ساخته از این موقع برای تیم تلویزیونی پروانه میدادن از این چیزا. من در طول همه این سال‌ها این 3-4 تا رو دارم. اما خب دیدیم که بچه‌هایی که خیلی سال بعدتر شروع کردن به فیلم سازی کارنامه خیلی پربار دارن الان. یعنی هر سال یه دونه فیلم دارن. 100%. شما بین هر فیلمتون یه زمان بیشتری باید صرف کنید دیگه. آره الان میانگین شده 3 سال. بله. حالا ان شاءالله این فاصله کوچیک‌تر بشه. حالا یه سوالی دارم. الان این فیلم جدید شما، من این نظرمه، حالا صادقی نیست، یه خورده حس میکنم که واقعا همچین کاری کردین، تلاش کردین یه خورده مخاطب بیشتری رو به خودش بگیره، یعنی سعی کردین یه خورده ساده تر شاید به بدنه نزدیکتر بشه. این کارو کردین؟ یعنی قصدتون این بوده؟ ببین راستش به این نیت این کار به این نیت فیلمو نساختم، یعنی این پس ذهنم نبوده. در واقع باید بگم من فیلم ماهی و گربه تا همین الان اقبال بیشتری نسبت بهش شده به لحاظ تماشاچی تا فیلم جنایتی بی‌دقت. یعنی حتی اگر من بخوام به فرمولی که خودم بهش علاقه داشتم برگردم، بله، احتمالاً باید مثلا یه چیز شبیه ماهی و گربه بشه، بهتر بتونه جواب بده. ایده ای که یه مقدار ژانر توش باشه، شما خودتون فیلم بازی میدونین این موضوع رو، این روی کرده جدیدی که مثلا از سال 2000 به بعد راجع به ژانر اومده، فیلم ژانر رو تعریف کردن در یک قالب نوین، در یک شکل نوین، فکر می‌کنم مدلی که تماشاگر امروز اون مرز رو میتونه حفظ کنه، یعنی تماشاگر میتونه بره سمتش و دوستش داشته باشه. جنایت بی‌دقت نه، راستش هدفم این نبوده که برم مخاطب، هدفم بوده مخاطب خودم رو پیدا داشته باشم. امیدم هم میتونم این باشم که اون دست مخاطب بیشتر شده باشه. بله این دوتا هست. ولی نه، ما چنگ به مخاطب سینمای بقیه فیلم ها نمیندازیم. اونا اگه فیلم ها را انگولک نکنن که این چیزی فیلم سازیه، ما کاری به کارش کنم. آقا شما، من یه سوالی تو همین راسته بپرسم. شما یه فیلمی انتخاب کردین در دل این فیلم که یه موتیفی داره و خب گوزن ها، و من میدونم که شما خودتون سینفیلین و فیلم خوره این و خیلی فیلم میبینید و اتفاقا فیلم بدنه زیاد میبینید. من میدونم شما واکینگ دد میبینید، ترانسفورمرز میبینید. شما که خودتون سینفیلین، عاشق سینمای بدنه، چرا به این مسیر رفتین؟ یعنی اصلا میفهمم شما، فقط میخوام شما بگین دلیلشو که اصلا چرا اینجوری فیلم میسازین. ببین ساده، باید بگم که به نظرم این دوتا حوزه جداست. یعنی وقتی که تو فیلم میسازی و وقتی که فیلم میبینی به عنوان یک فیلم بین و به عنوان یک فیلم ساز، این دوتا مسیر جداست. اما یه شرط داره، کماکان تو حوزه فیلم بینیت علاقمندیت اونجوری که فیلم میسازی هم وجود داشته باشه، یعنی اون توی اون حوزه علاقمندیت قرار بگیره. ببین بذار اینطوری بگم، من دیروز پریروز به یه دوستی داشتم میگفتم که آقای دکتر احمد علسی بهترین معلم سینمای من شاید بوده تا حالا. پرسید چرا اینطوری بوده؟ گفتم به خاطر اینکه به من یه چیزی رو یاد داد و اونم این بود که موقعی که تماشاگر فیلم هستی میتونی دست از جبهه‌گیری راجع به اینکه این فیلم خوبه اون فیلم بده، یعنی این طیف فیلم خوبه اون طیف فیلم بده برداری. بله. و شروع عاشق واقعی سینما بودن. بله، فیلم ها رو دوست داشته باشی. من شاید تا پیش از دانشگاه بعضی از فیلمسازا رو تو دسته بدها قرار میدادم با وجود اینکه میفهمیدم کارشون توی اون فیلم ها خوب بوده. در مورد فیلم بینی حس اینطوری دارم، آره من خیلی مشتاق مثلا سوپر هیرو مووی ها هستم که دنبال میکنم. الان خیلی علاقمندم بتمن جدید بیاد و چندی پیش توی جشنواره شیکاگو داور بودم، یکی از بچه‌هایی که اونجا توی داوری اون فستیوال بود خودش طراح کتابای مصور بود و یه طراح خیلی مهم کتابای مصور بود و خیلی جالب بود که ما یه حوزه گسترده‌ای از حرفا داشتیم که راجع به مثلا بتمن و رویکرد کارگردانای مختلف نسبت بهش داشته باشیم و بزنیم.
بقیه داورا یکم اینجوری بهمون نگاه میکردن که حالا کدوم بتمن رو دوست داری؟ من خودم بله فکر میکنم که بهم خیلی منتظر جدیده هستم چون یه تصور خیلی منتظر جدیده هستم چون یه تصور جالبی راجبش دارم. ایده های خوندم راجب این که فیلم دارکتره، سیاهتره و به سمت این فضا. میتونم از هر بتمنی چیزی رو بگم، مثلا میتونم بگم لباس کدوم بتمن رو دوست دارم، یا مثلا میتونم بگم فضای گاتهام رو تو کدوم یکی از فیلم‌ها دوست دارم. آخری رو میذارم کنار، فعلا انتخابم رو میذارم نولان. آه نولان. آره ولی حالا کدوم لباس رو بیشتر؟ نولان جوکر بیشتر هست. یعنی فیلم بهترمه. لباس کدوم لباس رو بیشتر دوست داری؟ ببین اگه بخوام بگم چیو؟ وال کیلمر رو؟ نه 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 ببین کدوم لباس رو بگم بهت میپسندم. تو یادت میاد توی اون سکانسی که این رفت توی یه صحرای افغانستانی اینطوری اومد لباسی که یقه داره، شنل توسی داره توی فیلم، میدونی کدوم رو میگم؟ بله که شاخهایی کم یعنی گوشهایی کم بلندتره، الان ملت میگن خیلی شبیه اون طرحهای قدیمی مصابه بود. بله اون بهترین لباس شما عاشق بتمنی مصابه خب بریم جنایت میده آره. اما چرا اینطوری فیلم میسازم؟ چرا اینطوری فیلم میسازم؟ چون واقعیت این که تون دسته فیلمایی که دوست دارم مثلا بلاتار هم هست، مثلا گاس فان سنت هم هست، مثلا آنتونیونی هم هست، درنچه نمیتونم بگم که من چون سوپر هیرو دوست دارم اینطوری نباید فیلم بسازم. من اونا رو هم در کنار هم دیگه دوست دارم. یه چیز بامزه‌ای که جنایت بی‌دقت داره و من خیلی دوست دارم اینه که یک اتفاق واقعی داره میفته و شما از انگار از یک مسیر دور زدنی داریم، از یه دوری این واقعه رو می‌بینیم که این خیلی میچسبه و این خیلی مسیر جذابیه واقعا و هیجان انگیزه دیگه. ما چون واقعه رو می‌دونیم چه اتفاقی میفته و تا آخر فیلم خیلی هیجان انگیزه. چقدر به نظر خودتون نرفتین سمتش؟ یعنی چه جایی از فیلم هستش که حس میکنین که مثلا کاش اینجا رو مثلا رفته بودم بیشتر سمتش؟ حتی شما تکلیفتون رو با مخاطب روشن میکنین، این خیلی جذابه. ببین راستش در مورد ماجرای سینما رکس فکر میکنم که ایده ما که میگم یعنی من اصلا عمتون که سناریو رو هم نوشتیم، خیلی روش های مختلفی برای نزدیک شدن به سناریو داشتیم. خیلی ببین ماجرای سینما رکس میدونیم که بکگراند های خیلی سیاسی داره، یه جایی که تاریخ سینما و تاریخ اجتماعی ایران دقیقا به هم دیگه پیوند خورد. شاید هیچ واقعی رو اینجا نتونیم پیدا کنیم که مستقیم این دوتا رو داره به هم دیگه وصل میکنه، سینما و رویدادهای اجتماعی رو. ما میتونستیم خیلی از بُعدهای مختلفی بهش بپردازیم. مثلا ابعاد مختلف این پرونده خیلی گنگ و ابهام داره هنوز که هنوزه. یه جا توی دادگاه وقتی که با تکبلی حرف میزنن، من توی فیلم دیالوگی رو دارم که توی ایستگاه 7 پیاده شده که میگه که من وقتی از اصفهان اومدم ایستگاه 7 پیاده شدم. اونجا ازش میپرسن که مسیر اصفهان به آبادان ایستگاه 7 اتوبوساش پیاده نمیشن. تکبلی مدت طولانی سکوت میکنه اونجا توی دادگاه، معلومه چیزی داره تو سرش میگذره و نمیخواد بگه. بله. و بعد میگه بله از اونجا رد نمیشه. میگم خب تو چرا دروغ میگی؟ چرا ایستگاه 7 تو که ایستگاه 7 پیاده شدی معناش نیست که از اصفهان اومدی. دوباره فکر میکنه بعد یه دفعه میگه که نه من از اصفهان نیومدم که ایستگاه 7 پیاده شدم، من رفتم به یه روستایی، مدتی تو اون روستا بودم و بعد اومدم. بعد میگه چرا رفتی توی اون روستا؟ میگه من بعداً براتون مینویسم که چرا رفتم توی اون روستا. و هیچ کس حداقل تا الان ما نمیدونیم اون بعداً چیزی آیا به دادگاه داده، آیا چیزی نوشته راجع به داستان روستا. داستان روستا چی بوده مثلا؟ میدونی انقدر ایده های مبهم در مورد این پرونده وجود داره که البته احتمالاً میتونه داستان روستا احتمالاً یه داستان عاشقانه است، یعنی نه یه داستان با بُعد سیاسی، ولی میخوام بگم یه ابعاد مختلفی داره این پرونده، ابعاد خیلی جذاب و جالب. ما بین همه اینا تصمیم گرفتیم که واقعی فقط به اون روز بپردازیم، یعنی بگیم از اون روز از صبح تا آتش سوزی سینما چه اتفاقی افتاده. و
داستان چه بقای فیلم رو دقیقا منطبق کردیم برای اون روز که اینا میرن سینما سهیلا، سینما سهیلا سمد رو داشته نشون میداده و بقیه داستان اتفاق میفته. این اینجا رو ما دنچه شاید مثلا به نظر برسه به ابعاد متنوعی از فیلم نپرداختیم، هر کسی به این پرونده برخورد کنه یه چیز جالب جدیدی به ذهنش میرسه، از نمونه پلیسی نمیدونم چه کسی مجرم بود تا شکل سیاسی دست پنهان کجاست. بله بله. اما توی این فیلم ما تصمیممون رو گرفتیم که روی این روز بمونیم و دنچه بهش رسیدیم. بله. حالا صادق سوالی پرسید، این خیلی بامزه بود دیگه. این که روی اینم تاکید داشتیم که مثلا گوزهان جز فیلمایی بوده که اون موقع همه فکر میکردن توقیف میشه و میخواستم برم ببینم حتما، یعنی اون صحف طولانی، یعنی همون واقعی که شما تو فیلم تو آینده دارین نشونش میدین دیگه، اون دیالوگ هایی که بین جوانهای فیلمه که میگه آره دیگه، یعنی این نریزن فضای... بگیرنمون توقیف نشه، اون حسه رو داره منتقل میکنه برای گوزها. و در ادامه حالا یه سوال دیگه دارم که وصل میشه، ببین چند تا نکته خیلی جالب تو اینجا هست. باز برمیگرده به وضعیت تاریخ سینمای ایران. میدونین که گوزهان قبل از انقلاب 3 سال توقیف بوده عملا، یعنی فیلم 2 تا پایان داره و میدونین که یه پایانش رو ساواک آقای مسعود کیمیایی تعریف میکنه، موضوع رو میگه که ساواک میاد سر صحنه با فیلمبردار خودشون با ست خودشون و دیالوگا رو خودشون مینویسن، میگه ما فقط یه گوشه واسطه بودیم و نگاه میکنیم و اونا میگفتن این بیاد اینجا این دیالوگو بگه، اون بیاد اونجا اون دیالوگ بگه، و فیلم قبل از انقلاب با اون پایان پخش میشه، با پایانی که ساواک نظارت بشه. ورژنی که بعداً ما دیدیم، یعنی ورژنی که با پایان درست بود، ورژنی بود که اتفاقاً بعد از انقلاب نمایش داده شد، یعنی فیلم با پایان متفاوتی بعد از انقلاب اکران شد که پایان اصلی فیلم بود. بله بله. حالا دو تا پایان در کنار همدیگه توی این ریمیک جدیده وجود داره، توی این شکل، یعنی اول پایان یکو می‌بینیم بعد می‌بینیم پایان دوم چه بوده. خب این نکته رو در نظر داشته باشیم که به هر حال فیلم گوزها یه خودش یه پروسه اینطوری در موردش هست، یعنی نقش پایان مثلا توش نقش پایان خیلی خوبه. یه ایده دیگه هم باید بهتون بگم، اینه که مثلا از ماجراهای دیگه اینه که ببین قبل از انقلاب سینمادارا تصمیم میگیرن که به خاطر اینکه قیمت بلیط بره بالا تصمیم میگیرن دست به اعتصاب بزنن. میدونی یکی از مشکلاتی که سینما مثل سینما رکس داشته اضافه کردن صندلی اضافه بوده، یعنی همون اتفاقی که من میگم که توی فیلم ما بهش اشاره میکنیم، بعضی از سینما قبل از انقلاب این کار رو انجام دادن. سینما دارها دست به چیز میگیرن، دست تصمیم به اعتصاب میگیرن که قیمت بلیت بره بالا. چند تا سینما تو تهران اعتصاب رو میشکنن و این باعث میشه که قیمت بلیت تغییر پیدا نکنه، پس سینما دارا صندلی اضافه میکنن. حالا فکر میکنین چه فیلمی تو اون اعتصاب شکستن؟ اولین فیلمیه که به خاطر اکرانش اعتصاب شکسته میشه، فیلم سفر سنگه. یعنی میخوام بهت بگم که ببین یه دفعه وقتی تو به تاریخ سینما نگاه میکنی، تاریخ سینما ایران نگاه میکنی، یه سری وقایع اینجوری میبینی که چقدر جالب، اینا انگار این اتفاق افتاده، بعدش این اتفاق افتاده، بعد این یکی اتفاق افتاده، انگار مثل یه زنجیره به هم دیگه ماجراها متصل میشه و سفر سنگ اکران میشه، اعتصاب سینما شکسته میشه، سالن‌دارا صندلی اضافه میکنن، مثلا یه دفعه واقعی مثل سینما رکس آبادان به وجود میاد. و خب مجموعه اینا، ببین اگه داری میگی فقط گوزها رو به نظرم اصلا رابطه شگفت انگیز میشه وقتی همه اینا رو میچینی کنار هم دیگه، میگه قطعا این همون چیزی که من باید توی فیلم بذارمش. اصلا این ارجاعات شما و این اتفاقی که فیلمو میبینیم حس میکنین او کل سینما ایرانو داری یه جاهایش میزنی. حالا من به صادق میگفتم که آقا من خیلی اینو دوست دارم، ولی تو فکر کن یه نفری سینما ایرانو نشناسه، مثلا اندازه من و شمایی که مثلا من جوابشو دادم. ما یه دعوا با هم کردیم. این جوابشو من آره یه صحبتی بود که آقا اگه سینمای ایران رو نشناسیم که خیلی واقعه ها و این اتفاقا اون آنانسایی که میشنم این که من بسیار تو فیلم دوست دارم، یعنی از مهدی مشکی و برزخی ها و حالا اون پوستر صمد و اون اصلا فوق‌العاده است به نظر من. یه سوالی میخوام بس کنم به همین حرفمون، اینی که آیا شما فیلمتون، آیا حالا خیلی رسمی شد فیلمتون در متن سینمای ایران هست یا نیست؟ به نظرم هست. به نظر خودم هست. آره. بله. به نظر من بزرم. به نظرم فیلم با قراره که راجب معجزه یا راجب ایده سینما حرف بزنه که آیا سینما میتونه نگاه نجات دهنده ای داشته باشه. نمیدونم یه چنین چیزی.
و این حالا چون نوازه سینما جادو سینما هم حس میشه، یعنی خیلی جاها که اصلا حالا اون پایان بندی که حالا اسپویل هم نمیخوایم بکنین، اون پایان بندی همون جادو سینماست به نظر، همون کاری که حالا تارانتینو میکنه دیگه، یعنی تو وانس آپان ا تایم و اینگلوریس باسترز کرده. حالا خیلی البته که تارانتینو این کارا رو به یه شیوه خیلی جالبی و مثلا هم انجام میده، ولی کلا نگاه تاریخ رو ما چطور روایت میکنیم یه نگاه مثلا دهه 90 به بعدیه، یعنی تاریخ اون دقیقاً اون چیزی که قبلا به ما گفته شده است یا چیزی که امروز ما میتونیم بهش نگاه کنیم. از دهه 90 به بعد به شکل‌های مختلفی راجع به پروسه‌های تاریخی، راجع به نگاه کردن به تاریخ و گذشته، انگار که شما میتونید تاریخ خودتون رو بسازید به جای تاریخی که قبلا به شما داده شده. و نمونه‌های یه مقداری مشهور و معروف‌ترش رو توی فیلمی مثل فیلم همین روزگاری یا قبل‌تر اون فیلمی که هیتلر توی سینما بود، بله. ولی میخوام بگم که معطوف به اونا نیست. مثلا من یه بار توی مجله 24 یه مقاله نوشتم راجع به این که در مورد فیلم روبان سفید هانکه، و در اونجا میشن میکنم که روی وقتی توی روبان سفید شما دارین احتمالاً یه مقطعی از تاریخ رو در مورد پیدایش یک ایده، یک جور ایدئولوژی تفکری دارید میبینید که نمیتونید به فکت تاریخی اشاره بکنید. این نوع نگاه تاریخ یه نوع نگاهیه که توسط خود خالق اثر داره تولید میشه. منظورم اون واقعه تاریخیه که نتیجهش رو حداقل دیدیم. یعنی مثلا ما می‌بینیم که برای خانواده مثلا منسون اینها چه کردن با خانواده پولانسکی، اینو ما دیگه نتیجهش رو می‌دونیم. این نتیجه وقتی جادویی میشه توی فیلم، خب به نظر جفتمون این همون جادو است که تو سینما میتونه اتفاق بیفته، اون چیزی که نمیخوایم تو واقعیت ببینیمش، میخوایم فقط رو پرده ببینیم اون چیزی که دلمون میخواد، و شما این کارو کردین توی فیلمتون. آقا حالا سوالم اینه که از میزانسنای مدل خودتون تو این فیلم دور شدید، موضوع این رو به شما میداد که دیگه سمت میزانسن دایره‌ای نرید، یا دلتون میخواد یه هدف دیگه؟ یعنی میخوام بدونم که روند آقای مکری الان چیه، فیلم بعدی دوباره برمیگردیم به همون میزانسن یا نه یه تجربه دیگه، یه چیز دیگه؟ ببین راستش در مورد فیلم بعدی هنوز به صورت قطعی نمیدونم، دو سه تا ایده تو ذهنم هست که دارم روی اونا همزمان کار میکنم، یکی دو تا پیشنهاد بهم شده که ممکنه یه دفعه برای اقدام انقلابی و یکی از این پیشنهادها. من دوست دارم از شما ببینم، جدی میگم. نه دوست نخواهی داشت، نتیجه رو دوست نخواهی داشت. میدونم فعل من رو دوست داری، ولی نتیجه چیزی نیست که دوست داشت. نه تو یه بار امتحان کنی. میدونی من فکر میکنم که اگه من سلیقه سینمایی تو رو مثلا تا یه حدودی سعی کرده باشم، از طریق صفت شناخته باشم و از طریق کاری که داری میکنی، من فکر نمیکنم مدل فیلم جنایتی بی‌دقت مدلی باشه که تو دوست داشته باشی به عنوان فیلم و به عنوان سینما. اما میدونم که ممکنه یه جور احترام بعد بهش بذاری. بله. خب یه جوری مثلا فکر کنی که میفهمی چه اتفاقی داره میفته. خیلی احترام میذارم. آره مرسی. حالا اگه من اون سفارش رو بسازم تو نه دیگه احترام پایی گذاشت، نه مدیجه رو دوست داری داشته. نه من شما رو خیلی دوست دارم، ولی خداییش واقعا یه جایی یه کوچولو مثلا اینجوری دارم که آخ خسته شدم. کاش میدونید مثلا شما اینقدر به نظرم پرداختتون و رفتن سمت اون موضوعی که انتخاب میکنین عجیب و خوبه، من میگم که اگه مثلا حالا اون انقلاب رو یه بار بکنیم به خاطر من. ولی اتفاقش اینه که من میگم که بفهم. حالا بذار تا اون میزانسن رو بهت بگم. ببین در موضوع اون میزانسن، من یک جا توی فیلم یه جور مثلا شاید خیلی بعضی از واژه‌ها و کلمات رو آدم وقتی به کار میبره به نظر میرسه که یه بُعد خود بزرگبینی توشه. امیدوارم از این منظر الان به این ترکیب نگاه نشه، ولی یه جور نگاه کردن به خود، یه جور ارجاع دادن به خود توی یکی از میزانسنای فیلم هم وجود داره، و اون میزانسن دایره‌ایه که در واقع دخترها توش میخوان جادو رو یاد بدن. وقتی سرباز ازشون میپرسه جادو یا انتقال پیام چطوری اتفاق میفته، اونا میزانسن دایره رو اجرا میکنن. این بجز اون میدونم که خب این فیلم شاید به لازم استراتژی کار با میزانسن دوربین و
نمیدونم حرکت بازیگر و بلاکینگ و از اینجور چیزا دور باشه از اون دوتا، یعنی یه دور دورم نه ولی توی متفاوت باشه از دوتا. تفاوتو میبینیم. بله بله دقیقا. من یه مصاحبه ای از شما سر هجوم خوندم خیلی دوست داشتم. گفته بود این آقا من اصلا شاید دلم خواهد یه فیلمی بسازم توش برج میلاد مثلا منفجر بشه، چه اشکالی داره، چه چیزی داره، دوست دارم تو خونه شام داشته سینما. من این جسارت شما رو خیلی دوست دارم، سینما واقعا همینه، من رویا پردازی کنم. به هر حال سینمای ما خیلی دور از این وضعیت رویا. خیلی بله، میخوام بگم که این با این قشنگی که شما دارین تلاش میکنین برای این، برای من خیلی قابل احترامه که یک سری چیزهایی که از سینما ایران دوره یا یک سری اتفاقهای و فرمهایی که باز از سینما ایران دوره میسازید که مردم و بقیه یه خورده کنار بیان، به خاطر اینکه همه جای دنیا هم همینه و اینکه مستقل ساختن خیلی قابل احترامه به نظر من، یعنی 100% مستقل ساختن کار نمیدونم پیچیده ایه با شجاعت خیلی و پیچیده تره واقعا. آقا انتخاب بازیگر چطوریه؟ چی انتخاب بازیگر چطوریه؟ شما بازیگردان ببین توی حوزه بازی من خیلی اعتقاد به بچه هایی دارم و خیلی راستش فکر میکنم سینما ایران اگر داره واقعا سالی 200 فیلم تولید میکنه یعنی باید طیف گسترده تری از بازیگر رو درگیر تولید این 200 فیلم باشن. این رو میتونیم با توجه به آمار در دنیا نگاه کنیم. اگر یک کشوری 200 فیلم سینمایی داره تولید میکنه یعنی تعداد بازیگر متنوع تری تو توش میبینیم. همین الان روی پرده نگاه کنید ببینید همزمان بازیگر تو چند تا فیلم دارن تکرار میشه. بله 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 الان دیگه اذیت کننده نکته فیلم ها هستن، سریال ها هستن. کاش بشه که ما بریم دو من مثلا توی فیلم مرتضی فرشباف شما یه دفعه ببینید که میرسعید یهوی دفعه پیشنهاد جدیده برای سینما ایران به نظر واقعا و واقعا معجزه است به نظر منم به زودی پیش میره. آره کار شما هم اینه داره، شما هم دو سه تا بازیگر دارین که اصلا ابوالفضل کاهانی حالا ما هم میشناسیم ولی خب بازیگری خوب سطح اینجوری سینمایی نداشت. خیلی میدونم ابوالفضل بخواد بازیگری رو ادامه بده، من خیلی امیدوارم که به حرف بعضی از دوستانش مثل من گوش کنه و امسال اولین فیلمش رو من میدونم که توی مراحلی است که احتمالاً کلید خواهد زد خودش فیلم کوتاه میسازه و تاج کارگردانی میکنه میخواد این کار بکنه. ولی منم بعضی از بازیگرای فیلم هام واقعا مثلا الهی بخشی در فیلم هجوم که در این فیلم هم بازی میکنه تا ولی هست مثلا به نظرم یکی از اون آدم هاییه که خوب همین فیلم خیلی میتونه یه لحظه ای رو که اصلا چه مطلقه تبدیل به یه لحظه عمیق بکنه مثلا بله. من بازیگر خوب زیاد دارم توی این فیلم خیلی. از معصومه بیگی مثلا یه بازیگر تواناست توی فیلم توی تاعت به زودی ازش از این آدم ها بیشتر میشنویم مطمئنم یعنی ابوالفضل کاهانی رو مثال زدی خیلی آدم های خوب و جالبی توی فیلم ها مثلا بعضیشون هست که توی فیلم های دیگه هم بودن مثلا حالا گلنوش قهرمانی رو من همش رو سرم بگم با فیلم من شروع کرده ولی میدونم واقعیت اینه که یه فیلم قبل از فیلم من کار کرده ولی یه سوال در حال همین بازیگر آقای مکری شما خیلی اذیت میکنین بازیگر رو نه؟ خیلی تمرین باید بکنن چون تمرین زیاد میکنین میزانسنا خیلی پیچیده میشه برای بازیگر تمرین زیاد میکنیم ولی اذیتشون نمی کنم. ما خیلی تیم دوستانه هستیم سر فیلم خیلی زیاد یعنی فکر میکنم اولین اصلی که داریم اینه که باید همدیگر رو بفهمیم. چقدر تمرین میکنین آقای مکری با بازیگرا؟ زمان داره مثلا قبل از ببین توی پیش تولید حتما یکی از مراحلم تمرین کردن با بازیگر است. شیوه کارمون اینجوریه که اول با دورخانی متن شروع میکنیم، چند بار متن رو توی جمع میخونیم و دیالوگا رو بر اساس چیزی که بازیگر ممکنه راحت‌تر بتونن بگن عوض میکنیم. من کل چیزایی که توی سرم راجع به فیلم وجود داره برای همه توضیح میدم، یعنی چیز پنهانی باقی نمیذارم. بعد تیما رو بچه‌ها رو تیم تیم جدا جدا می‌کنم و با هر تیم با خودشون شروع می‌کنم به کار کردن که این شامل بخشی از میزانسن هم میشه. مثلا میگیم که این موقعیت اینطوریه، شما اینا رو غالبا تو پلاتو کار می‌کنید، میگیم میزانسن اینطوریه، این اتفاق پیش میفته و بعد به روزه فیلم برداری که میرسیم چون که لانگ تیک های طولانی دارن و مراحل نورپردازی، فیلم برداری، فوکوس گیری از این جور چیزا طول می‌کشه، فرصت خوبیه برای من که با بازیگران باشم و میتونم توی صحنه خیلی مفصل باهاشون تمرین بکنم و ایده‌های زیادی رو باهاشون کار بکنم.
در نتیجه طولانیه کار تمرینم با بازیگرا. خوشبختانه چون به سمت بازیگرای تئاتر میرم اونا عادت دارن به این عادت دارن بله. این تمرینه باعث میشه باعث میشه شوتینگتون خیلی کوتاه‌تر بشه و راحت‌تر بشین دیگه قاعدتاً دیگه، یعنی اونجا یه توی جنایتی دقت ما یه مشکل بزرگ داریم توی جنایتی دقت، روز باید داستانمون باید توی روز آروم آروم به سمت شب پیش بره. بله یعنی این اینو باید اینو باید رعایت بکنیم که ما قسمون از حدود ظهر شروع میشه، این آدما نزدیکای ساعت 3 و اینا رفتن سینما سویلا و بعد سانس آخر اومدن سانس مثلا 6 و 7 اومدن رفتن گوزنا. در نتیجه ما باید این روند نوری رو در نظر میگرفتیم توی لوکیشنی که در اختیارمون نبود، مثل ماهی و گربه یا مثل هجوم لاک نکرده بودیم یه لوکیشن رو و بخوایم توش کار کنیم. در نتیجه ما باید تمرین میکردیم نهایتا یک یا دو برداشت سر اون تایم زمانی که فقط نور به ما اجازه میداد میگرفتیم. خب یعنی برداشت فینالمون نمیتونست بیشتر از اون مقدار باشه. اون سقاطی که سیاوش چراغی پور میاد و خدافیزی میکنه و میره از پلا میره بالا و از همه خدافیزی میکنه یه دستی سر بچه هم میکشه و میره بله، ما فقط همون یک شانس رو داشتیم توی اون ساعت بگیریم. چقدر خوب بازی کردن ایشون. آقا مرسی که از این استفاده میکنید. اینا واقعا حیفن، بازیگر خیلی خوبن. متشکرم. ولی واقعا یه چیزی داره تو سینما ایران اتفاق میکنه. به نظرم اون تایم پوست اندازی است. از داریم از بازیگر محور بودن فیلم‌ها میریم سمت اینکه فیلمه، ما دوباره اینو هی داریم تو همه آره این چند وقته واقعا خدا رو شکر می‌کنیم. مثلا ما جنایت بی‌دقت رو دیدیم، تومان رو دیدیم، اینا فیلمایی هستند که خیلی خوبن، بازیگر معروف هم ندارند و قصه فیلم نامه هست، قصه اون چیزیه که داره اتفاق میفته رو پرده و این خیلی اتفاق خوبیه. و منم خیلی امیدوارم اینطوری باشه راستش. آره. منم فکر میکنم که ببین دیدیم که مثلا توی کشورهای دیگه، مثلا توی آمریکا وقتی که شما یه فیلم رو میخواییم ببینیم وقتی دارن تبلیغش میکنن توی تبلیغ مینویسن کارگردانای خیلی بزرگا، مثلا می‌نویسن این فیلم کارگردانی که قبلا فیلم مثلا بلک سوان رو ساخته، فیلم کارگردانی که قبلا فیلم مثلا کیل بیل رو ساخته. این کارگردانا به نظر ما همه خودشون سوپر استارن، ولی واقعیت اینه که اینجا یاد گرفتن که خود فیلم رو تبدیل به محصول بکنن. بله آره این خیلی خوبه، سوای کارگردان سوای بازیگر. آره واقعا اصلا این خیلی جذابتره. فیلمه که حرفشو میزنه دیگه، اگه فیلم خوبه که بس همه با هم دیده میشیم، اگه فیلم بده که اوکی دیگه اصلا بهتره همه با هم دیده هم نشیم. یه چیزی درباره همین سناریو و فیلم نامه بگم، فکر کنم این دیگه از اون کارهای اولتون با خانم احمدپور خیلی کار کرده بودی. خانم احمدپور چجوری هن سر کار و این فیلم نامهی که با هم مینویسین و اینها؟ چون من میدونم ماهی و گربه رو در جریانم که کاملا با هم کار کردین یه جورایی و استوری بورد دارین؟ و یه چیزی بچه یادم افتاده بهتون بگم، شاکرین بفرمایید، به این سوال نیست و منظورم بتمن زک اسنایدر بودا، بتمن لباس بتمنی که گفتم. آها ذهنتون الان دور رفت اونجا. آره نه اصلا یه دفعه یادم افتاد اسم اونو، من یهو فکر نکنی شما منظورم بتمن نولان بوده. نه 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 نولانه. خب بچه ها خدمتون ارز کنم، نسیم احمدپور رو ببینیم توی تئاتر اون کارهایی که انجام میده الان یه مدتیه که گروهشون نمیگم کمکارا، ولی اصغر دشتی به خاطر اینکه توی گروه دونکی شد در یه سفری هستن، یکی دوتا یعنی یکم فاصله دارن بین این دو نفر آدم، یکی دو تا کار اخیرشون رو با هم انجام ندادن، ولی اون موقع در گروه دونکی شد کارهایی که انجام میدادن چند تا بیس داشت که ممکنه توی فیلمای منم بتونید اونا رو پیدا بکنید. یکی مثلا دایره به عنوان یک ایده مرکزی میزانسنی باشه، مثلا توی تئاتر قدیمیشون تو پینوکیو مثلا کارهای ملا نصرالدین کارهایی که کار میکردن. دوم اینکه نسیم خوب شازده کوچولو آفرین. آره چه یاد چقدر من اون کار آقا دوست من سالت مگه تو پیره من پیره خیلی آخه اون جز کارهای محبوب همه واقعا. ببین توی چیز توی نسیم به هر حال یه پیشینی تئاتری رو میتونه با خودش بیاره و توی کارهای من توی کارهای مثل محدوده دایره تو فیلم کوتاه
آرام آندوسی یا توی فیلمای مثل ماهی و گربه و هجوم، به هر حال وضعیت یه وضعیت تئاتریه. من یادم روی روز اولی که تو ماهی و گربه بودیم به بچه‌ها میگفتم بچه‌ها اگه فیلم برنامه نتونید فیلم برداری کنید، نهایتاً همین دم ساوالکسات بلیت میفروشیم، یه عده آدم میگیم یه تئاتر محیطی داریم اجرا میکنیم بیاین ببینیم، بگیم که حداقل از این راه میتونیم نشون بدیم کاری که داریم کنیم، چون به هر حال اجرای تئاتره. میدونی این همکاری از اونجا داره میاد. ما که البته اون الان بیشتر متمایل به سینما و فیلمنامه‌نویسی هم هست، یعنی تجربه کار با آدم دیگر رو داره. اصلا نباشید بهشون میگیم واقعا خیلی زحمت کشید. چقدر باحال، چقدر دوست دارم الان در اون تئاتری که دیدین با هم حرف بزنیم. آخ جو اصلا چقدر ما اومدیم ایران یه قرار بکنیم بشینیم حرف بزنیم. آره تو خدا خیلی خوشحالم. سلیقتون رو باید کم عوض کنم، خوب اینا، ولی یه کمی یه ذره لاینتون رو یه کم کجا ببریم؟ من که من یا پیمان الان من دستم درست دارم. آره بابا من نه نه من ببینید من نه به خدا من فقط یه خود آقا من گاس ونسن بیدا میکنم این حوصله نداره میگه چرا اینقدر سکانس طولانی. آره سریع خوند دیدن اصلا هیچ وقت نمیتونه لست دیز رو ببینه هیچ وقت. میبینم آقا پاهام درد میگیره. میبینم ولی زجر میکشم. میبینم یعنی واقعا احترام میذارم ولی یه جایی ولی سلیقه‌ام نه اونقدام چیز نیست، بیرون نیست. سختشه دیگه. آقا ما بریم درباره خود دل فیلم خیلی نمیتونیم آخه بگیم. میخوام خیلی اسپویل نکنم ولی خیلی چیزا. من یه چیز کوچولو دیگه درباره بازیگری سوال دارم، چون از ماهی و گربه تا الان من انقدر انتخاب‌های شما رو برای نقشا دوست دارم، اینکه فرم بازیگر، استایلش، قیافش به اون فکر می‌کنین برای نقشه؟ یعنی امکان داره یکی، یا اینکه نه اوکی بازیگره، منظورم اینه که اون چیزی که من می‌خوام رو اجرا کنه. حالا نه نه منظورم اینه که انگار مثلا این بازیگر بی‌نامونشونی که آوردیم مثلا میگم گذاشتیم باید سر همین نقشه بود، یعنی اگر یه چیز دیگه ای بهش میدادیم با این که بازیگر خوبی هم هست شاید انقدر به دل من نمیشست. به این فکر میکنین تو بازیگری؟ یعنی اصولا این مدل چیز درستیه که بهش فکر کنیم؟ بعضی ها رو موقعی که دارم مینویسم در مورد جنایت بی‌دقت یه ایده کلی وجود داشت، آیا بچه هایی که توی سینما رکس بودن رو ما شبیه بگیریم یا نه. این ایده کلی بود که داشتیم و بعد فکر کردیم که ببین چهار تا آدمی که سینما رو آتیش زدن، سه تاشون اصلا توی خود آتیش سوزی مردن و هیچ تصویری ازشون وجود نداره، ما نمی‌دونیم چه شکلی بودن یا قیافشون چطوری بوده. یه نفری که باقی مونده رو ما فکر کردیم به همون سال نگه داریم، یعنی اکبری رو شبیه گرفتیم. بله ابوفضل رو من وقتی اولین بار داشتم دادگاه رو نگاه می‌کردم، دادگاه رکس رو نگاه می‌کردم، با خودم داشتم میگم این کیه و چون ابوفضلم دوستمه فکر کردم که خب این اگر ابوفضل باشه خوبه، یعنی میتونم اینو توش ببینم، پس این شباهت اینجوری شکل داره. بعد برای بقیه آدم هم سعی کردیم که تا اونجایی که ممکنه این ایده رو پیاده بکنیم، چون نمیخواستیم دقیقا یه مشابه تاریخی درست کنیم ولی اینو لحاظ کردیم توش. اون ستای دیگه میخواستیم توی اون سال نباشن، سن و سالشون به اضافه 40 باشه، یعنی اینا همشون همسن بودن موقعی که سینما رو آتیش زدن، ولی موقعی که ما اومدیم داستان رو امروزی می‌خواستیم بکنیم فکر کردیم سن اون ستا رو می‌خوایم ببریم بالا. با خیلی راحت می‌دونستم که مثلا محمد ساربان رو، می‌دونستم که آقای بهزاد دورانی رو چون از قبل می‌شناختم و باهاشون کار کرده بودم، می‌دونستم اونا می‌تونن گزینه‌های خیلی خوبی برام باشن. در مورد آقای بهرازنیا خیلی بر حسب نمیگم تصادفا، من آقای بهرازنیا رو توی برلین دیده بودم موقعی که داشتیم فیلم هجوم رو اونجا نمایش میدادیم تو فستیوال برلین. آقای بهرازنیا خودشون کارگردانن، مستندسازن، همین اخیراً فیلم در مورد سهراب شهید سالس مستندی ساختن که منتشر شده و خب فکر کردم میتونه خیلی خوب باشه ولی به شرط اینکه بیاد و خوشبختانه اومد. آلمان بود موقعی که بهش پیشنهاد دادیم، قبول کرد و اومد و بازی کرد و خب یه دفعه من تونستم این ترکیب بسازم که دوستش داشتم. میدونی یکی از مسائل فیلم من که نمیدونم فیلم های من چرا اینجوری میشه اینه که من هم دائم با کارگردان ها توش کار میکنم به عنوان بازیگر. اوغاز کانی توی این فیلم کارگردانه، نمیدونم توی فیلم قبلیم عبد عابس خودش کارگردانه، دو تا فیلم کار کرده،
محمود کلاری استاد توی فیلم سعید ابراهیمی فر، اینا توی فیلم مایگربه همشون کارگردانی کردن، یعنی پشت دوربین کار کردن. این یه وضعیت عجیب و جالبی رو به وجود میاره که یار همیشه یه تو بابک کریمی هم هست دیگه. چقدر هم همه جا خوبه. خوبه. آره اصلا خیلی چقدر اون تیکه سورال رو من دوست دارم. آقا ما عاشق این فیلم در فیلمه ایم که میریم، ما یک گذشته هست، یک حالی هست که بابک کریمی اصلا تاریخ رو میگه در فیلم دیگه، و یک آینده هست. ما خیلی دوست داشتیم این گذشته، حال، آینده و این وصل شدن اینا یک چیز جادوییه. ولی اون قسمتی که بابک کریمی هست و ما در فیلم دیگری هستیم، یعنی داریم فیلم دیگری رو میبینیم، خیلی قسمت مالیخولیایی جالبیه. یعنی همون اون آبی که رفله نداره، اون نشونه یا اون تناب، اون موشکی که خورده اونجا. حالا شما چرا خودتون خواستیم نشونه گذاری کنید؟ این سوال اول. تو رو خدا قبل از اینکه سوال ساده و چون وسط کلام من پری، من اون تیکه بازیگریمو تموم کنم دیگه، خیال با حال خوبه میشه. میخوام آقا با هیجان ببخشید، آقا با کارگردان کار کردن خب به عنوان بازیگر کار سختی نیست. اینا هیچ کدوم هیچ نظری نداشتن، یعنی میدونم شو برای شما یه احترام و یه چیزی دارن، شما یه سبکی برای خودتون دارید، ولی چجوری بود؟ یعنی جایی میشد که مثلا مهمترین سختیش اینه که خیلی زود میفهمن اگه تو داری اشتباه میکنی یا اگه تو نمیدونی یا سر صحنه مثلا تو سردرگمی، اینو خیلی زود میفهمن، خیلی زود. من سر فیلم ماهی و گربه قبلا اینو گفتم، آقای محمود کلاری در مورد چند تا از میزان، مثلا در مورد 10 تا از لحظات فیلم نظر داشتم، من 5 تاشو رعایت کردم، ولی 5 تاشو کاری کردم که خودم خواستم. الان اگه برگردم سر فیلمه، اون 5 تا رو من اون کاری رو میکنم که آقای کلاری گفته بودن. یعنی راجب آدم ها این وضعیت وجود داره. تو مثلا این دفعه با ببین آقای کلاری او وقتی که اومدن سر صحنه و من براشون میزانسن یه بار از اول تا آخر اجرا کردیم با بچه ها و اینا، فکر میکنم که اصلا فیلم رو تا روی پرده دیدن، یعنی تا اونجا شو تصور کردن چه اتفاقی میفته. و به خاطر همین یه تجربه گنده‌ای مثل تجربه محمود کلاری، و این خیلی جالبه، بچه ها خودشون خیلی باهوش رفتار میکنن وقتی که کار تدوین، مثلا بابک کردیم میدونی که سالها تدوین کرده، اولین ورژنی که از فیلم جنایتی بی‌دقت بهش نشون دادم، اولین ورژن به من گفت جای اینجا و اینجا و اینجا رو عوض کن، و من انجام دادم و دقیق خیلی اتفاق بهتری افتاد از چیزی که با قبلا نبود. میخوام بگم این آدم ها اینطوری هست. مهمترینشون برای من نه این که مهمترین بتونم، ولی امیر اثباتی میدونی که طراح هنری، ولی با همه بزرگان سینما ایران کار کرده. من با امیر اثباتی از لحظه فیلمنامه، یعنی فیلمنامه که تموم میشه یه قرار میزنیم، اولین بار برای اون میخونیمش. خیلی برمون اون ریاکشن اولش. مرسی که اینو میگید واقعا، که هیچ ترسی ندارید از آره، اینکه مشاوره بگیرید. اینم خیلی خوبه، خیلی ها جدید. نه خیلی برام مهمه، نه آن چیزی که من میدونم درست است و نه خب بخور بقیه هم نظر دادن. ببین واقعیت اینه که من توی 3 تا فیلم، توی فیلم اولم مشاور کارگردانم آقای سعید ابراهیمی فره، و توی 3 تا فیلم بعدی مشاورم آقای امیر اثباتیه، و این اسما با افتخار کردم که توی تیترش مثلا میبینم بعضی از جوانای فیلمساز از این که برای فیلم اولشون هم مشاور کارگردان داشته باشن تفره میرن، میدونیم خودشون کامل باشن. آره. برای من بدون مشاور نمیتونم. چقدر جذاب آقا، این خیلی خوبه. خیلی خوبه آره، بسیار عالی. اصلا آقا همینه دیگه، سینما اینجوری شد. سوال منم جواب بدید دیگه. سوال تو در مورد نشانه گذاری ها بود. میخوام ببینم اینا، یکی اینکه هم فضای فیلم در فیلم رو توضیح بدیم برای من، چون فضای خیلی مالی خولیاییه ولی خیلی دوستش دارم اون فیلم در فیلم رو، یعنی همون جنایت بی‌دقتی که قرار رو پرده توی فیلم ببینیمش. نکته بعدیم اینه که چقدر این نشانه گذاری ها قرار حرفی به ما بزنه، و من یه نگاهی هم به فیلم شما دارم، یعنی فکر میکنم فیلم شما یه نگاه عمیق سیاسی هم داره. حالا نمیخوام خیلی بزرگ حرف بزنم، ولی فکر میکنم یک نگاه عمیق سیاسی هم تو فیلم شما وجود داره، اگر که داره که در خودش تو خودتون دربارش حرف بزنید. من چیزی ببینم در نگاه کن، وقتی ما به ماجرای به واقعی رکس نگاه میکنیم، نمیتونیم
این تاریخ 40 سالی که ازش گذشته رو نادیده بگیریم. یعنی نمی‌تونیم صرفا مثل ماجرای پلیسی یا مثل حادثه، مثلا فیلم آسمان خراش جهنمی رو که نگاه می‌کنه یا آپارتمانی توش آتیش می‌گیره و کلش مبنای اون حادثه، ولی وقتی تاریخ از روی ماجرای می‌ذاره و یه عالمه فرامت میاد و روش سنگینی می‌کنه، میاد و بهش اضافه میشه، تو وقتی می‌خوای به خود ماجرا بپردازی، یعنی خودشو خیلی خالص بدون هیچ گونه تعویدی بخوام بکنی، این وضعیت سنگینی رو به وجود میاره، چون ناگهان ممکنه چیزی رو به تماشاشیت نشون بدی که اون اصلا ندیدش. مثل آدمی میمونه که این چیزا هست، فرض کن دیدی تو بعضی از این ویدیوها دورگرد نمیان بهش خانه به دوشا، وقتی که میبرنشون حموم یا موهاشون رو کوتاه میکنن، ریشه رو میزنن، پالتو رو در میارن، نمیدونم یه لباس مرتب تنشون میکنن، مخاطبشون نمیشناستشون، یعنی میگه که این دیگه کیه. اگر یه واقعی اینطوری رو بخوای همشو بزنی و خودشو خالص نشون بدی، این ترس وجود داره که اصلا چقدر آشناس برای تماشاگر. خب اون موقع میتونی با خودت فکر کنی که چه چیزایی باید بذارم کنارش که تماشاگر کماکان فکر کنه اون ایده هایی که در طول این 40 سال بهش فکر کرده توی فیلم حضور داره، توی فیلم یه جاهایی هست، مثلا یه نشانه هایی ازش میتونه ببینه. برای ما یکی از بهترین جاها خود پرده سینما بود، یعنی اگر داستان رو سه لایه در نظر بگیریم، فکر کنیم لایه تماشاچی ها، لایه کسایی که میخوان سینما را دیدن و فیلمی که داره نمایش داده میشه، به نظرمون اون فیلمی که روی، چون تکلیفش یه فیلم معلومه، یه فیلمیه که داره پخش میشه و میتونه رویا پردازانه تر باشه، میتونه تخیلی تر باشه، میتونه پر نشانه تر باشه، ما فکر کردیم که احتمالاً این جا رو میتونیم روی پرده سینما، جاییه که میتونیم بیشتر این مدل ایده ها رو توش به کار ببریم. بله مرسی. خیلی آره غرق شده بودم. آره داشتم قشنگ گوش می‌کردم. آقا یه چیزی که خیلی برای من جذابه اینه که سوالمه، حالا برای من جذابه ولی برای بعضی ها جذاب نیست، شاگردای شما و مثلا ما یه فیلمی از یکی میبینیم انقدر سبک شبیه سبک شماست، یعنی مدلش همونجوری که میفهمیم شاگرد شما بوده، من اینو به نظرم خیلی بد نیست توی یه سری چیزها، حالا تو فیلم سازی شاید، ولی نمیدونم، حالا شما بگین خوبه یا بده به نظرتون که ببین. واقعیت اینه که جالبه، من سر کلاس هم سینمای کلاسیک درس میدم، یعنی بچه هایی که دوره کلاس منو میگذرونن میدونن که من خیلی مشخص، بچه ها اگر راجع به فیلم خودم سوال میپرسن، من تعمدن به اونا میگم این کلاس، از اول تعیین میکنم، میگم ما سر یک کلاسی هستیم که داریم راجع به هیچکاک و فورد و یه بار آقای شادبن راستین میگفت که از کمدی های روزگار اینه که شهرام سینمای کلاسیک درس میده، ولی واقعیت اینه که این کار رو میکنم، من سینما کلاسیک درستم راجبه بورش، من جلسات طولانی آخه خیلی درست راجبه این چیزی که کات بزنیم حرف میزنم و راجبه ریز چیزایی که تو علاقمندی بهش، راجبه اونا حرف میزنم که چطور ریتم فیلم رو باید نگه داریم و چی کار باید بکنیم و نمیدونم از اینجور ماجرا. منطقه اگر بچه های کلاس به این سمت میرن، امیدوارم واقعا، من خوشحال میشم به خاطر اینکه احتمال میدم که اونا هم از پس این آموزه های کلاسیک احتمالا به این نتیجه رسیدن که شاید کمی تغییر لازم باشه، شاید کمی تغییر ضروری باشه. بله. میدونید به خاطر اینکه تو به محصی که سینما رو به عنوان دانشجو یاد میگیری، به عنوان یه کسی که داری توش را میفهمی که این بیس همه جا یه جورا، میفهمی معرفی قهرمان یه مدله، بعد فیلم های مختلفی که دوستشون داری و قبلا، حالا یه دفعه بعد آگاهانه میاد پس ذهنت و نگاه میکنی میبینی سکانس معرفی قهرمان تو همین فیلم ها یه جور داره کار میکنه، سکانس تعقیب و گریز تو همین فیلم ها یه جور داره کار میکنه. وقتی که این فرمول دست میاد، موقع وقتی فیلم ها رو میبینی با خودت دیگه میگی ای چقدر فرمول تکراریه، و وقتی خودت میخوای فیلم بسازی فکر میکنی باید یه تغییری در این تکرار به وجود بیاری. این شاید اون چیزیه که بچه های کلاسی مثل کلاس های من احتمالاً دنبالش میرن و شاید مثلا اولین الگویی که به نظرشون برسه همون کسی که بهشون درس داده. این یه نکته. نکته بعدی هم که میخوام بهت بگم اینه که ببین، ما وقتی که لایه داستان رو جاشو عوض میکنیم با لایه فرم، یعنی ما همیشه اون فرم ثابت پایین نگه میداریم و این داستانا رو عوض میکنیم، این راجع به داستان فیلم ها حرف میزنیم،
دفعه وقتی این دوتا رو جابجا میکنیم، میگی داستان رو از اهمیت بندازیم، کم رنگش کنیم، اون پایینیه رو نگاه کنیم یا اونو بیاریم بالا قرار بدیم. خب هر کسی دیگه که این کارو بکنه به نظرت میرسه اون موقع داره این کارو مشابه رو انجام میده، یعنی به نظر میرسه فرم رو آورده بالا گذاشته. شاید عملا کار من با بچهای کلاسم یا با فیلم سازی دیگه مشابهتشون در اینه بیشتر که فرم رو آوردن تو لایه بالا گذاشتن، نه در این که یک فرم یکسان رو دارن استفاده میکنن، بلکه لایه داستانی رو کم اهمیت تر کردن نسبت به لایه فرم. دقیقا. حالا خیلی خوبه این که فرم سوار بشه روی موضوع، خوبه یا بده؟ ببین این بستگی داره، یه دعوای طولانیه در تاریخ هنر، میدونی که راجبش بحث شده، دورهای مختلفی رو به وجود آورده و آدمای مختلف متنوعی راجبش حرف زدن. ما طرفداران داستان داریم، طرفداران داستان اصلا جوامع رو شکل دادن، طرفداران داستان کسایی که ما رو به امروز آوردن. ما اگر داستان نداشتیم نمی ترسیدیم، تمدن نمی ساختیم. ما اگر داستان نداشتیم مثلا قهرمان نداشتیم، غیرت چی بهش میگن، وطن پرستانه نداشتیم. اینا همش زیر مجموعه داستانه. در نتیجه طرفداران داستان در دنیا خیلی طرفداران گسترده و بزرگی هستن و میگن همه چی زیر مجموعه اون قرار میگیره، در همه چی قصه رو اول تعریف داستانه. این دعوای تاریخی رو اگر ما بخوایم بهش یکم مثلا تئوریک بپردازیم، به نظر من جواب سوالت باید بگم نه، بد نیست. کسانی که دارن میگن آقا از این قول داستان یه ذره فاصله بگیر. بله. شما اولویت از فرم خودتون دیگه. پس با این ببین باز میدونم این جواب دادن به این سوال ما رو وارد یه بحث تئوریک دیگه میکنه که بعضی ها ممکنه با این هشتگ فرم و محتوا یکیست، هشتگ فرم از هشتگ از دهه 60 تا حالا آنها هنوز درگیر فرم هستند، میدونی این اینا به وجود این بحثا ممکنه به وجود بیاد، ولی به نظر من ما باید یه ذره به داستان بازنگری کنیم راجب سیطره جهان داستان. بله بله. من آخه به خودم مثلا میگم که الان من پیش بزرگی دارم میرم، این بزرگ داشت میگفتش که بعضی موقع ها موضوع خیلی مهم نیست، این که ما چی میگیم خیلی مهم نیست، این که چی داریم میبینیم، انگار اون تصویره یا اون اتفاقه یا اون حالی که اون وسطه بعضی موقع خیلی کمک کننده تر تا گفتن یه سری چیزا یا باز کردن یه سری چیزا. شما حالا به ما بفرمایید که فیلم خارجی یه دونه میتونین بگین با فیلم ایرانی، حالا فیلم ایرانی اگه فکر میکنین باز هشتگ میزنن آقای مرکری الان چرا نگید که خیلی دوست داشتم. آره آره، حالا میدونم یه دونه تخته ها شما هم بگین، نمیتونیم یه دونه بگین، میدونم شما خیلی فیلم ها دوست دارین. آخرین فیلمی که دیدید دوست داشتید حالا مثلا؟ من راستش برخلاف بعضی ها که معتقدن سینما خیلی اوضاع بدی داره این روزا، اینطوری نیستم. در نتیجه فیلم خارجی آخر دیدم رو دوست داشتم. آخرین فیلمی که دیدم فیلم مجله نیویورکر، فیلم اندرسون بوده، فرنچ دیسپچ بوده. بله من خیلی منظورم از فرم اینه، آقای اندرسون فرم خودش رو داره و من خیلی اون سبکه رو حالا خواستیم بدونیم من چی دوست دارم. ولی دیدی که نقد راجب فیلمش هم داره بیشتر میشه، یعنی آدم ها از اون شگفتی اولیه دست برداشتن و دارن شروع میکنن به نقد کردن. آره دیگه، چون داره خیلی تکرار داره. خب حالا دیگه داره همین ایرانی چی دیدی آقا جدیدا؟ فیلم کنت برانا رو خیلی دوست داشتم. دلفست بله خیلی خوب دوست داشتم. من فیلم جین کمپیون رو خیلی دوست داشتم. پاور آف دی داگ رو دوست داشتم. آره پاور آف دی داگ، نه اینکه دوست داشتم، ولی به نظرم خیلی تو فیلمنامه مسئله دارم با فیلمه، یعنی معتقدم که رمان یه جایش اصلا فراموش شده. یعنی ما تو نیمه فیلم نه، تو 3/4 فیلم اصلا یادمون میره این یه برادر داشت، برادره میاد زن میگیره دیگه نیستش تا فصل تا سکانس آخر. کم رنگ تر میشه دیگه یه جاهایی برادر. آخه اون قرار فوکوس روی بندیکت کامبربچ باشه دیگه با هم لذت داره. حالا میگم اینا آره میگم اینا یه گرفتاریه که من با فیلم جین کمپیون دارم. ایرانی
واقعا خانمه میره اونجا الکلی میشه به خاطر اینی که اون آقای بهش میگه نه قراردادی چیه مثلا جدی یه شب میاد خونه میگه که میگه باید یه نامه بنویسیم برای پدر مادر فلان چی اون اصلا اون شهرداری چرا اومد اونجا اومد که ما ببینیم حالا بگذاریم آره راجعه جنگم کنم ولی به فسینا خیلی دوست داشتم فیلم ایرانی یکم سخته. من خوشبختانه تونستم فیلم جاده خاکی آقای پناه پناهی رو توی شیکاگو ببینم که فستیوال فیلم شیکاگو بوده. به نظرم خیلی فیلم شیرینیه و با تماشاگر رو کاملا همراه خودش میکنه و برام فیلم جالبی بود. آقا این فیلمایی که متأسفانه چون این یک دو سال دور بودم از سینمای ایران و فیلمای جشنواره و اینا رو ندیدم مثلا نظر دقیقی نمیتونم بکنم، اما توی فیلمای ایرانی مثلا من از طرفدارای پرواقرس نفس عمیق هم، از طرفدارای آقای عباس کیارستمی در همه سطوح و همه موارد هستم، از طرفدارای آقای ناصر تقوایی توی میدونم دارم آدم های مطمئن و فیلم های مطمئنی رو میگم ولی ما از آقای ایانی هامون رو خیلی دوست دارم مثلا نمیدونم. ولی با این چند تا فیلمی که ما گفتیم، نه که ما حالا ما گفتیم، ولی واقعا فیلم های خوبی هست، ایشالا بتونین ببینیم برسیم ببینیم. تومان آره نه مزدتون تومان رو دیدم من، تومان رو چون انقدر ورژن های متنوع ازش دیدم که تومان خیلی فیلم دوست داشتنی، یعنی بهترین فیلم ایرانی متأخر اگه بخوام بگم تومانه. بله پوستم دیدم، پوستم خیلی عاشقانه کشیدن تو ژانر وحشت واقعا، هم عاشقانه هم ژانر وحشت. اجازه میدیم ما کامنت ها رو باز بکنیم که ما گفتن یه سری سوال هم داریم. اجازه بدیم خیلی هم میخواییم وقتتون رو نگیریم، یه 5 دقیقه هم کامنت جواب بدیم که شما هم میدونم صبح خیلی لطف کردیم که با ما حرف زدیم. کامنت ها رو باز کردیم بچه ها، اگر که سوالی دارین از آقای مطری بپرسیم که همینجا بهتون جواب بدم. ما با تحرمان رو ندیدم هنوز، تحرمان آقای فرهادی رو ندیدین؟ نه متاسفانه هنوز ندیدم. اینجا فکر کنم جاندیه میاد توی فرنگ. حالا ندیدم بله ما نه آقا شما نووی هم هم ببینین اونجا هستین، حیفه. بله یه سوالی مثل که بچه ها فقط دارن فالو میکنن آقای موتی، سوالی ندارم. من هم میتونم ببینم سوالا رو به شما میبینیم. من باز کردم کامنت ها رو و احتمالا شما هم میبینین، چیزی نمیبینین شما؟ بله. یه سوالی هست نمیشن فیلم برداری فیلم چند جلسه طول کشیده؟ بله. فکر میکنم 37 جلسه فکر کنم اگه دقیقا. بودجه فیلم چقدر بوده؟ بچه من خیلی دوست دارم راجع به بودجه فیلم حرف بزنم. نه ولی چراشو میدونی چرا نمیتونم؟ به خاطر اینکه هنوز نفهمیدم مناسبات تهیه و تولید و این چیزا در مورد بودجه فیلم تو سینما چجوری کار میکنه. ولی باید بهتون بگم یه بازیگر استار کل فیلم سخته. اون بازیگر شما فهم کنم، اون بازیگر خوب، یه بازیگر استار و اینا هم از آقای برازنده هم تشکر کنیم، خیلی یادمون رفت، خیلی زحمت کشید، خیلی فیلم برداره درجه یکی، خیلی به نظرم کاری که فیلم کرد. بله من واقعا اگه به من بگی بزرگترین شاخ روی سر چطوری در میاد، میگم که چطوری جشن خانه سینما فیلم برداری فیلم علیرضا برزنده رو تو فیلم هجوم متوجه نشد، یعنی اصلا در تعجب هم از کله اون برسه چطوری نفهمیدن که اون فیلم اون چجوری فیلم برداری کرده، یا صدای پرویز آبنا رو متوجه نشدن واقعا. این ما خیلی معذرت میخوایم از همه عوامل فیلم ها، به این دلیلی که ما اینقدر دوتایی دست خودمون هیجان زده میشیم بعد آره. میریم تو گپ زدن یادمون میره واقعا. آقای آبنان که اصلا بی نظیرم، اصلا با دقتی که ایشون دارن به نظر من خیلی، چون من باشون یه کار کردم و یک جزء کارهای خیلی خوبم هستش. دیگه سوالهایی که دارن آقای مکتی، یه سوال که پرسیدن چه سریالی دوست دارید؟ من میدونم کدوم شما دوست دارید ولی شما خودتون.
کدومو بگو ببینم. شما عاشق واکینگ ددید تا اونجایی که اونو که خیلی آره واکینگ دد که جزو سری من چند تا یکی دو تا سیزن یکم ناامیدم ناامید شدم ولی آره من اون فضا رو اصلا خیلی دوست داشتم. منم احتمالاً مثل خیلی ها با لاست و اینا شروع کردم علاقه من شدن به سریال ها ولی اخیراً انقدر دیگه آدم سریال میبینه و انقدر خوبه توشون نمیدونم کدوم رو بگم. آره قبول دارم واقعا. یکی یه چیز با مزه‌ای نوشته آقا گفتن که اون فضای تو خونه پیر شبدل رو تو کارهای بعدی پررنگ‌تر کنید. بعد گفتن که ساخت فیلم با موبایل ارزشمنده. فکر میکنم آینده سینما همین خواهد بود. یعنی ما به سمت دوربینای خیلی کوچیک میریم که خیلی قابلیت های زیاد دارن. در واقع در آینده سینما پدیده تکنولوژی تبدیل میشه به یه چیز خیلی در دسترس عموم. بله سودیو یکی یه سوال کرده خودش هم جواب خودش رو داده به نظر حالا نمیدونم گفته چه زمانی از چهره استفاده خواهید کرد؟ ممکنه جواب هرگز باشه؟ نه راستش من خیلی از بازیگرهای سینما ایران دوستام هستن خیلی زیاد و خیلی همیشه دعوام میکنن سر اینکه خب چرا ما نمیدیم یا چرا تو چرا اینجوری میکنی تو چه لجاجتی داری با این موضوع و نه واقعا اینطوری نیست. هنوز نمیدونم راستش هنوز نمیدونم یعنی چیز واقعیتش اینه که نمیخوام وارد یه بحث طولانی بشم سعیم اینه که مثلا فیلم تبدیل خود فیلم همونطور که خودتون اشاره کردین تبدیل بشه به یه اثری که قابل معرفی باشه. به نظرم ابعاد مختلفش باید با هم بخوره. مثل میمونه که اسکالونه بیا توی فیلم جنایت بی‌دقت بازی بکنه. در اون صورت به نظر میسیم ما میخواستیم تماشاشی رو بکشونیم فقط به سال یه سوال بامزه ای من الان اینجا دیدم ای بابا از داشت رفتم در باید طراح صحنه تونم یه خود حرف توضیح میدین سوال کردن در باید طراح صحنه. ببین اگر مشخصا فیلم جنایتی بی‌دقت مد نظرمون باشه آقای امیر اسکوتی به عنوان طراح پروژه به عنوان طراح هنری اون چیزی که بهش میگیم پروداکشن دیزاینر در واقع توی فیلم کار میکنن که شامل طراحی کل کانسپت فضای فیلم میشه که طراحی صحنه و طراحی لباس و این چیزا میاد زیر مجموعه اون قرار میگیره. توی این بخش ما از چه ایده‌ای داشتیم؟ اول یکی از کارهای خیلی سختی که میخواستیم انجام بدیم این بود که ناگهان میخواستیم 4 تا آدم رو توی زمان حال حاضر تو تهران نشون بدیم اما میخواستیم این ایده رو به تماشاگر منتقل بکنیم که انگار توی سفر تاریخی داره اینا رو میبینه. خیلی لب مرز بود انتخاب کردن لوکیشن ها برامون، انتخاب کردن لباس ها برامون که هم شبیه آدم های امروزی به نظر برسن هم لوکیشن ها شبیه لوکیشن یه چیز بینابین باشن. تهران شما ممکنه اگه این کار رو بخواید تو پاریس انجام بدین تو برلین انجام بدین مشکل نداشته باشین چون هنوز اون شهر قدیمی رو داریم. تهران اصلا اینجوری نیست. یعنی پیدا کردن تک تک اینا توش مهم سخت‌ترین بخش برامون این بود چطوری میخوایم از قصه رو در دل تاریخ بکشونیم تا به الان. یه سوال دیگه کردم من فقط سوالا رو میخوام شما بی زحمت جواب بدید. حرکات دوربین در بعضی سکانس ها به نوعی بی دقت بود و سوژه در گوشه های قاب قرار میگرفت و همراه با لرزش بود. این موضوع ربطی به مفهوم واسه داستان داره یا نه؟ ببین خیلی از کلمی که خودشون استفاده کردن که به نظرم کلمه رو انتخاب کردن و استفاده کردن منم استفاده میکنم. ما به نظر میرسه در ایده سینما رکس در تراژدی سینما رکس به نظر میرسه که یک مجموعه بی‌نظم در نهایت منجر به یک اتفاقی شده. ما نمیتونیم اونو بی‌نظم تصور کنیم. انقدر اتفاق بزرگه که ما دیگه نمیتونیم اونو بی‌نظم ببینیم. ما میخواستیم اینو تبدیل به دستور زبان فیلممون هم بکنیم. یا حال آشفتگی وجود داشته باشه که به هر حال به این نظم نهایی منجر بشه. میشه بله. گفتم در مورد نورپردازی کاراکتر اصلی و شیوهی طراحی این نورپردازی یکم بیشتر توضیح بدید. ما یه ایده ای از طرف علیرضا اولین بار مطرح شد و اونم این بود که علیرضا برزنده و اونم این بود که ما راجبه یک کانسپتی به اسم آینه‌ای در برابر تاریخ حرف می‌زدیم تو اون چیزایی که تو دل فیلم می‌خواستیم بگیم. نمودش برامون یه صحنه بود که اون کاراکترا تو تونل تاریک رد میشن و یه تصویر از خودشون توی آینه بله. علیرضا پیشنهاد داد که ایده آینه رو بیشتر بکنیم. رفلی بازتاب آینه بازتابی که از توی آینه
نوری که به کاراکتر و مستلمان تو دوربین میاد رو ازش استفاده کنیم به عنوان یه جور موتیف برای تکبلی. و من خب طبیعتاً خیلی استقبال کردم، من ازم خیلی ایده ایده دو تا کار میکنه، هم شبیه این رفلای سینما شده، هم شبیه رفلایی که از آینه داره منتقل میشه که با اون ایده اصلی آینه در مقابل تاریخ برامون زنده شد. بله فقط من یه استوری بورد رو نگفت، استوری بورد داشتین؟ استوری بورد راستش من تو این دو سه تا کار ندارم، من به جاش یه چیز دیگه شبیه ماکت طراحی میکنیم. یعنی نقشه ساختمان رو میکشیم، فرم کارتون اونو میطلبه. بله دقیقاً، یعنی به جای اینکه اندازه نما رو روی آی لول داشته باشیم، انگار که داریم از بالا به موضوع بالا میبینیم و جای توربین و اینا روی اونا معلوم. چقدر جذاب. ما چون میخوایم شما رو اذیت نکنیم، تون تون سوالا رو بخونم اگر که بشه. گفتن آقای موکیسانی آخر فیلم من چون توی ونیز دیدم یک تفاوتی با نسخه اکران شده داشت، اون طبق نظر خودتون بوده که توی آسمون یه اتفاقی میافته یا نه طبق نظر شما؟ نه جواب تاو توضیح بیشتری هم نمیدم بکنم. نه خب اون که نه نبود. بریم بعدی، میریم سوال بعدی. خیلی خواستم تو ژانر وحشت دوباره فیلم بسازیم. آقا از کدهای فیلم بگین برای بیننده عام، یا میخواین مخفی بمونه خودشون؟ نه به نظر من اسپویل میشه. یا داره از اونجایی که الان نگه شما تماشاشی این لایف هستین، بیننده مد نظر فیلم جنایت بی‌دقتین، اما میتونین به نظرم میدونین من یه بار من همیشه به توصیه که یکی از دوستان خیلی عزیز بهم کرد گوش دادم، و اونم اون توصیه هم اینه که انقدر راجع به فیلمات حرف نزن، بذار تماشاشی کمی تخیل کنه. بذار اینو متعالج بذاریم کشف کنم. ما میذاریم به پیج هم چالش کنم. مرسی بچه‌ها دمتون گرم. مخلص. آره واقعا من خیلی با این آقا سوالا خیلی زیاده. ما میخوام شما رو هم اذیت نکنیم بچه ها. مرسی از سوالاتون. من کامنت ها رو آف کنم که آقای مکیم اذیت نشه، چون اون بر صبح بله بله صبح. خیلی مزد میخوام میدیم اونجا صبح شده. مخلصی مرسی از بچه ها. آقا من یکی یه دوستی محمد موعد نیا به شما سلام بسیم، گفتن که بله بهتون سلام برسونیم. و آقای مکی دمتون گرم که وقت گذاشتید برای ما، خیلی زحمت کشید. مرسی از شما. من در این یک دقیقه پایانی از شما دو نفر میخوام تشکر کنم، به خاطر اینکه به نظر من این مدل کاری که شما دارید میکنید، یعنی عاشق کردن آدما به فیلم ها و به سینما، کار بزرگتری از کاری که یه فیلم سازا انجام میدن، چون فیلم سازا ته تهش فیلم خودشون رو دارن میسازن. شما دارین یه کاری میکنین که آدما نسبت به همه فیلم ها عاشقانه و با علاقه مندی نگاه بکنن، و خیلی ممنون. خیلی مخلصم واقعا. من که خیلی خوشحال شدم اصلا با شما آشنا شدم، ولی واقعا اون قرار ایران رو بذارید، من سعی میکنم که سلیقه و با سلیقه شما بخ بدم، فقط برای اینکه با من هم بشین ویدیو. آقا مخلصیم، بیاین ایران بشیم الفنت ببینیم با هم. خیلی مخلصیم. اینم میذاریم رو صندلی میگیریم. دست پاشو میبندم بذارید. خیلی مخلصم. خیلی خوش گذشت. خیلی زحمت کشید. خدا بهتون بده. خدا نگهدار.